سلام به همه آبیا، اس اسیا، تاجیا و همه ایرانیا و فارسی زبانهای جهان. به کانال خودتون خوش اومدین. بریم با همدیگه روزنامه های امروز رو بررسی کنیم که چند تا اتفاق مهم توش افتاده و به نظر من مهمترینش مصاحبه شاید بشه گفت دیر و عجیب و غریبه جواد نکونام بعد از تمرین دیروز بوده که یه جورایی به نظر من میخ آخر رو به تابوت مربیگری خودش توی استقلال زده، بگیم به سیم آخر زده. چرا؟ چون یه مصاحبه کردی که حالا براتون میذارم و تحلیلش میکنیم، متوجه میشین که با این حرفایی که زده دیگه تو استقلال احتمال زیاد ادامه نمیده. میگن امروز قرار یه جلسه صبح هولدینگ داشته باشه و در مورد برکناری نکونام و جانشینش صحبت بکنن. حتی دارن میگن که نکونام رو جابجا میکنیم، حذفش میکنیم، یه مربی ایرانی رو نیمکت بشینه، شاید اصلا محمد نوازی برای بازی با الغرافه، و بعدش سرمربی بزرگی که دلمون میخواد و میاریم. وضعیت بسیار بسیار پیچیده شده. اون قضیه پتف و اینا به نتیجه رسیده و استقلالیا با اون هشتگایی که زدن که حالا جلوتر بهش میرسیم باعث شدن که اون به استقلال نیاد و فعلا به نظر من تو باشگاه همه چی به هم ریخته است. بریم سریع شروع کنیم. روزنامه اولی که با هم بررسی میکنیم روزنامه خبر ورزشیه که خب میبینین یه عکس از نکونام گذاشته که انگار حالا کلافه است، ناراحت و اینا، و نوشته وضعیت استقلال مثل شرایط ورزشگاه های تهران است. برای رونالدو، تیم ملی و لیگ نخبگان ورزشگاه نداریم که دست مسئولی درد نکنه. سرگیجه در استقلال. اون راست زیر عکس کارلو آنجلوتی نکونام خدا رو شکر حداقل عکس سمیر را دیدیم. در مورد این عکسی که صحبت میکنم جلوتر بهش میرسیم. به جای زیلیکیچ نام یانگا رو وارد لیست کنی، یعنی اگه قرار حالا زیلیکیچ باشه نمیخوام انقدر اینه حاضرم به یانگا یه نیم فصل بازی ندم، کلن اصلا بازی نکنه، ولی به خاطر اون مرامی که در گذشته داشته حقوقشو بدیم، ولی زیلیکیچ قطعا بازی نکنه. ولی حالا بریم سراغ خود مصاحبه نکونام ببینیم دقیقا چه چیزایی گفته. مصاحبه طولانیه و بعد تمرین گرفته شده و یه سری اتفاقای خاص هم افتاده که دونه دونه بهتون نشون میدم. مصاحبه رو شروع کنیم. باشین بگو ادامه بده باشه. آقا جواد سلام. اولا یه نکته خیلی مهم، بعد تمرین میبینید دور جواد نکونام شلوغه، پس سر تمرین رفته بوده. مشکل از این نظر که میگن اکثر تمرین از نکونام بیرون نمیاد و باشگاه نشون نمیده، این بحثا نبوده. دومین نکته که یکم جالبه اینه که نکونام سفید پوشیده. اونایی که خیلی میگن که نکونام حالا به جادوگر اعتقاد داره، نمیدونم فلان داره از این حرفا، اون مشکی میپوشه خرافاتیه، الان که فعلا سفید پوشیده و الان که سفید پوشیده خیلی حرفا رو میاد میزنه که عجیب و غریبه. میبینم هی هم همه میخوان باش عکس بگیرن و هی مزاحم مصاحبه میشن و حالا جلوتر ببینین چیکارا میکنن. ادب، خسته نباشید. امروز تمرین داشتید. یه ذره شرایط استقلال و هوادارا نگران هستن. میخوایم از زبون خودتون بشنویم، صحبت کنیم از شرایط این روزهای استقلال. بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید سعی کردم امسال سکوت کنم و با عملکردمون با کارمون بتونیم بیشتر تمرکز رو بذاریم روی بازی های امسالمون، ولی به نظرم امسال این سکوت من باعث شدش که هوادارامون بزرگترین ضربه رو بخورند و از اطلاع نداشتن از شرایط تیم به تیممون ضربه بخوره و من دیدم اگر نخوام صحبت کنم خیانت کردم به استقلال، به هواداراش که منم مثل خودشونم، منم از بچگی مثل اونا عاشق استقلال بودم. این نکته مهمیه که من بهش به این موضوع دست پیدا کردم. پس سکوت دیگه نمیخواد بکنه دیگه. من گفتم یه تعهد داده که حرف نزنه، تیم آرامش داشته باشه و به مدیریت هم چیزی نگه، به این شرط باهاش تمدید کردن برای سال دوم. الان میخواد اون شرط رو بشکنه، برای همین من میگم احتمالا به نقطه آخر رسیده. ببینیم حالا تازه چیا میگه. یه چیزی که خیلی مهمه و هواداران باید بدونه اینه که آقا من در مورد منافع استقلال با هیچ کی شوخی ندارم، اصلا تعارف ندارم، سر منافع استقلالم با کسی معامله نمی‌کنم. خودتون دیدید پارسال من جلوی کسایی وایسادم که می‌خواستن به استقلال ببین، من بحث شخصی با هیچ کسی ندارم، ولی داشتم به استقلال ضربه می‌زدم وایسادن. الانم که الانه من شاید دارم چوبش رو می‌خورم و هنوز علیه هم کارهایی انجام میشه، ولی برام مهم نیستش. من تو فوتبال کار درست رو انجام میدم
که بتونم واسه استقلال کارمو درست انجام بدم. شما ببینید من شروع تمریناتم، اینو میخوام به هوادارامون بگم، به هواداری که عاشق استقلالن، زندگیشون استقلاله، همه وجودشون واسه استقلاله. آقایون هوادار، این تیم با 4 نفر بازیکن شروع کرده. این تیم کی کامل بوده؟ به من بگید کی کامل بوده. این تیم کاملو به من هنوز یه دونه بازی دوستانه هم ندادن. حرفی که داره میزنه کاملا درسته. موقعی که خریدا داشت انجام میشد و خورد خورد اضافه میشدیم، تمرینانی که شروع کرد تعداد کم بود. حتی یادتون باشه اردوی ترکیه هم براتون ویدیوهاشو ساختم، اون موقع هم تیم کامل نبود. حرفش درسته، ولی حالا اینکه کامل منظور دیگه چی هم یه مقداری انتقاد به خود جواد نکونام هم وارده. یعنی چی؟ 4 نفر تمرین کردیم، اومدیم بازیکن خارجی رو میگیم بگیرن، 10 روز طول میکشه بازیکن بگیرن، 15 روز میکشه تا بازیکن اون یکی خارجی رو بگیرن. ما بازیکن خارجیمون بلانکو رو تا 2 ساعت قبل از بازی نداشتیم. کی تیم من تکمیل بوده؟ همین الان برید ببینید چند نفر ما لیست داریم. یه مقداری من چون میخوام مقایسه کنم با تیمای دیگه، انتقاد جواد نکونام رو هم میپذیرم هم نمیپذیرم. ببینید اگر اینطوری باشه الان باید گاریدو هم بگه که آقا من یه مهاجم نوک میخوام، گفتم این ایسال کسی رو علیپور به درد نخورن آشغالن، من میخوام یه مهاجم نوک آدم حسابی داشته باشم که تو اون ساختاری که بازی میکنم نتیجه بگیرم. هنوزم درویش براش نخریده. الان مثلا گاریدو بیاد بگه آقا من نتیجه نگرفتم، تقصیر درویشه، برام بازیکن نخریده. ببین میگه تو مصاحبهش که من مهاجم میخوام، ولی کار خودش رو میکنه و نتیجه هم ای قابل قبول میگیره. این که ما همه چی رو بندازیم گردن مدیریت به نظر من درسته. فرض کن اصلا مهاجم رو نخریدن، بدون اون باید بازی کنی، چی کار میکنی؟ گاریدو داره همین کار رو میکنه. ولی مثلا یکی مثل اسکوچیچ، خب تیمش خیلی کامله، ولی باز مثلا مرایس رو نگاه کنین، دوتا بازیکن خفن خریدن ولی بازی نکردن. اصلا باید ببینی بهش با توجه به قوانین سقف بودجه اصلا میتونن اونا رو وارد لیست بکنن یا نه، شاید اصلا نتونن وارد کنن و به بازی آسیاییشون هم اصلا نرسه. ببینید یعنی یه سری چیزا رو راست میگه، ولی خب کار خودشون هم میکنن. الان مرایس هم لیستش کامل نبوده، 9 امتیاز کامل رو گرفته. یعنی ببین این که نکونام یه مقداری از ذهنش درگیر کارهایی میشه که بقیه درست انجام نمیدن، به نظر من درست نیست. یعنی صدشو فقط توی زمین و تمرینات نمیذاره، یه مقداری ذهنش همیشه درگیره. این به نظر من ضعف نکونامه. ببینید تو لیستمون و ثبت قرارداد ما چند نفر تو سازمان لیگ داریم؟ میگن سقف پره. ما بازیکن نگرفتن که. ببینید من پارسالم گفتم، الانم میگم، من با 13 نفرم توانایی اینو که بتونه تیمم بجنگه رو دارم. ولی یه سوال میکنم، کاکوتا و اندون که مثلا به عنوان مثال دیر اضافه شدن به تمرین، اینا چقدر زمان میخوان واسه بدن سازی؟ ما که علمشو نداریم، بلدم نیستیم، ولی حداقل 4 هفته نیاز دارن به این کار. من اینو چند وقته دارم؟ این بازیکن اصلا در اختیار من نبوده. ما نیاز داریم، ولی من سکوت کردم به احترام باشگاه، به احترام هوادارا، سعی کردم کارم انجام بدم، ولی یه سری سوء استفاده کردن. ما مدیر تیممون الان از بعد از بازی استقلال خوزستان نیستش. آقا اصلا من میگم مربی هر کیم دوست دارن بیارن، هیچ ایرادی نداره، من بالا و پایین فوتبال دیدم. ولی یه سوال میکنم، خیلی قشنگ نیستش زنگ بزنن آقا نکنم دست شما درد نکنه، زحمت کشیدی نکشیدی، خداحافظ اب نداره، جدا میشیم. من نسبت به این حرف نکنم هم یکم انتقاد دارم، باز هم موافقم هم مخالف. این انتظاری که داشته که بعد از این بازی که باخته بشه تماس بگیرن یه چیزی بگن، حرف درستیه. اما سال گذشته که با خطیر مشکل داشت، وقتی از مصر رفسنجان تو جام حذفی باختیم، اومدن ازش حمایت کردن و گفتن مهم نیست. و نکونام برگشت که برای چی اصلا دارین حمایت میکنی؟ مگه تیم چند تا باخت داده که داری اصلا حمایت میکنی؟ و این حرف جالبی نبود. یعنی اگه الان سمیعی رفتار پارسال نکونامو ملاک قرار داده باشه که با خطیر اونجوری صحبت کرده، به آقا الان من یه بیانیه میدم که مثلا ازش حمایت کنم، این به قولی ما رو میشوره پهن میکنه، ولش کن چیزی نگیم، فعلا کار خودمونو بکنیم. یعنی رفتار خود نکونام باعث یه سری سوء برداشت دیگران هم شده. اینم باز به نظر من اشتباه خود نکونام بوده. یعنی نگاه کن، یه سری رفتارهای غلط کرده، اونا باعث یه سری واکنش شده و اینا رو باید خودش بپذیره. اگر اون رفتارا رو نمی‌کرد این واکنشا رو هم نمی‌دید. این کارا نداره. ما از روزی که بازی تموم شده آقای سمیعی رو نمی‌بینیم. امروز عکسشو دیدیم، بچه‌ها دنبالش بودن، عکسشو دیدیم، بعد میگفتن فتوشاپه، گفتیم نه آقا واقعیه. شما تماس گرفتید باشون؟ تماس، مسیج، همه چی، ولی ایشون یه جوری رفتار کردن انگار طلبکارن از من. اصلا اینجوری نیست فوتبال. من با برد و باخ این ور اونور نمیشم. من انقدر باخت دیدم، انقدر برد آوردم، اصلا اینجوری نیست تو فوتبال. شما تو باخ باید بیاید. شما ببینید تیمای دیگه چه رفتاری انجام میدن، ببینید این دوستان چه رفتاری انجام دادن، آقای سمیعی ببینید چه رفتاری انجام داد. یعنی چی موبایلشو بسته؟ سرپرست تیم میگفت آقا به من نمیگه کجا هم اصلا. یعنی چی؟
امروز حالا خدا رو شکر عکسش اومد بیرون که با آقای محمدی بالاخره پیدا شده. آقا جواد ببینیمش. قضیه تمدید مهرداد محمدیه. بعد از مصاحبه و اینا بهش میرسیم که مهرداد با استقلال دوباره اون قراردادی که لازم بوده رو ثبت کرده. حتی مثل که بردن توی سازمان لیگ هم ثبتش کردن. کار تموم شده. کام قراره که لیست واسه آسیام ظاهرا فرستاده بشه، آخرین مهلتشه و این کارشکنی ها ممکنه که استقلال حالا همون لیستی که میخواد بفرسته تکمیل نشه و بحث میزبانی استقلال در ورزشگاه، حالا ورزشگاهی تو تهران هست، میگن اگه مهلتش به پایان برسه بعد توی کشور ثالث بازی کنه. اینا رو زیاد ما انقدر مشکلات داریم که حالا اینا چیزاییه که تو شرایطی که داره خوب نیستش. آقا نکنم یه مسئله هم هست، حالا به جزئیات یکم بریم. هوادارا نگرانن. از دیروز اسمی مطرح شده، آقای پتف سرمربی بلغاری. من اصلا در این مورد اصلا صحبتی ندارم. در مورد فقط آقای نکونام، ما در مورد استقلال، در مورد هواداراش و اتفاقاتی که افتاده اومدم صحبت کنم. شما ببینید مثلا اومدن رفتن گفتن که آقا ببینید من صحبت نمی‌کردم، دوستانم میگفتن صحبت نکن، ما هم میگفتیم باشه. آتیلا اجازی دوست منه، همبازی منه، علیه من مصاحبه کرد. من میخوام الان خیلی شفاف بگم چه اتفاقی افتاد. پس بحث آتیلا رو میخواد باز بکنه دیگه، که منم بهتون یه پیشبینیایی کردم با صحبتی آتیلا، ببینیم پیشبینیای من درست بوده یا نه. ببینید من پارسال آتیلا جزیر رو خودم گفتم بیادش توی این تیم. 10 هفته هم رو نیم آقا یه لحظه من یه صحبت بگیریم. من تمام برنامه‌ام گذاشتم که ایشون بیاد و وقتی که اومد 10 هفته با اینکه رو نیمکت نبودش، من گفتم، گفتن بذاریدش کنار، گفتم نه، رو سکو هم بود، کنار ما بود. بعد ایشون بازی با نساجی، خود آقای سمیعی به من گفتش که آقا ایشون حق ندارید برید توی جلسه هماهنگی، آقای فلانی رو ببرید. بازی تو قائم شد. بله، آقای فلانی رو ببرید، که من گفتم نه، ایشون باید بره، ایشون سرپرستی، من نمیذارم کسی دیگه بیاد. گذشت و امسال گفتن آقا بحثایی که به هر حال نیاز به اخذ مجوز و این چیزا بودش که انجام بشه، گفتن آقا نشده. نفر گفتن به من، من آقای عالمی رو معرفی کردم به هولدینگ و معرفی کردیم، گفتن که باشه، صحبت کردن، رفتش جلو کار. روزای آخر که به ما گفتن آقا کی انتخاب بشه، انتخاب کردش که هولدینگ، گفتن آقا حرف زدیم. آقای شهریاری خودش گفت آقا چون با فلانی حرف زدیم. خب ادامه مصاحبه. آقای سمیعی مستقیم گفتن آتیلا اجازه نمیتونه، ولی آتیلا اومد علیه من صحبت کرد. اب نداره، محترم من، دوستش دارم، بازم هیچ دید جواب ندادم، ولی من الان واقعیت رو گفتم چه اتفاقی افتاده. پس ببینیم حق با نکونام بود دیگه، درسته؟ یعنی چی؟ ببین چون نکونام دلیل نداره دروغ بگه الان. من به این الان که به قولی به آخر خط رسیده تا حدی، دلیل نداره بیاد دروغ بگه. آقا داره همه حرفا دیگه واقعیتای پشت پرده که بهش میگفتن نگو نگو رو داره میگه. جالب نیست دیگه. به اون تو حرفایی هم که آتیلا زده بود و مهدی هاشمی نسب هم زده بود، معلوم بود که اینا دو به شکن تقصیر نکونام یا مدیریت ها. یعنی اینجوری هم نبود همه تقصیر رو بندازن گردن نکونام. بالاخره اینا بازیکنایی که کنار هم بودن. ببینیم ادامه رو. در مورد داوود حقدوس همین اتفاق افتاد. داوود حقدوس هم ایشون به دروغ بهش رفته یه سری اطلاعات داده که بیاد رو در روش بگم که چی برگشته گفته چی نگفته. یه سری چیزا رو از سکوت من سوء استفاده کردن. چرا بعد انقدر دروغ بگن؟ چرا از اسم من؟ چرا همه علیه من بشن؟ آقای آتیلا، آقای مهدی هاشمی نسب هم یه صحبتایی کرد. آقای مهدی هاشمی نسب بذارید، یه مهدی هاشمی نسب رفیق منه، خونه من رفته اومده، ما با هم دیگه رفیقیم. هر اتفاقی هم میفته مهدی بزرگ منه، خودش میدونه چقدر دوستش داره، اصلا نیاز به این صحبتا نیست. ولی آقای سمی شما چیکار کردید در مورد آقای هاشمی نسب؟ مگه باهاش توافق نکردی یه مبلغی رو باهاش دست دادی اومدی گفتی فردا باهات اردوی ترکیه اضافه میشه؟ اینا رو من روزا و دقیقه‌شو حالا یادم نیستش بخوام دقیق بگم، ولی مگه شما دست ندید توافق نکردید سر یه مبلغی؟ بعد گفتید برو قرارداد آماده میکنیم بیا، رفتید دوباره شما غیب شدید، دوباره اومدن ایشون تو جلسه یه آقایی رو فرستادید تو جلسه، خجالت آور من اینو میگم، رفته جلو مهدی هاشمی نسب نوشته میگه ببخشید شما اسمتون چیه؟ شما یه نفری فرستادی یا از قصد فرستادی بی احترامی کنه بهش که بپرسه کیه، یا اینکه خواستی یه آدمی رو بفرستی که هیچی ندونه، رفته اونجا نشسته بعد یه چیز دیگه ای رو که خودت از دل خودت بوده گفتی، بعدش دوباره مهدی هاشمی نسب فکر کرده که من بودم چون بهش اطلاعات غلط دادن اومد در مورد من صحبت کرد، در صورتی که واقعیت اینجوریه. اتفاق یه لحظه لطفا یه لحظه اجازه بده بذار حرفشو بزنه. شعار دادن مال تو استادیومه، مال مصاحبه نیست. دوستان یه مقدار باید به نظر من رعایت بکنن. یکی یکی داره پرده ها رو کنار میزنه ببینیم چه جوریه. پس اینم درست بود دیگه،
پس من گفتم احتمالاً هاشم، چون هاشم اینا هم داشت تعریف میکرد، همینا رو تعریف میکرد، ولی فکر میکرد نکونام هم روش تاثیرگذاره، اونم تازه کم. خیلی هاشمی نسب فکر نمیکرد اینه. بیشتر اون بحث من گفتم که برای مهدی هاشمی نسب اون تعهده است، ولی مثل که قضیه مالی هم خیلی تاثیر داشته و بی احترامی هم کردن دیگه. نکونام گفت چه خبره. این اتفاق افتاده. آقای سمیعی این کارو کرده، مهدی هاشمی نسب چون اطلاعات غلط بهش دادن اومد یه صحبتایی رو کرد که من بهتره صحبت کنم. من الان دارم شفاف میگم. آقای سمیعی هم بیاد شفاف بگه ببینم راست میگم یا نه. راجب قرارداد مرداد محمدی هم صحبت در مورد ببینید، در مورد مرداد محمدی دیروز نیومده، سمری پیروز هم نیومده. مرداد محمدی چرا قراردادش ثبت نشده؟ همین قضیه برای مربی. ببینید چرا این اتفاق افتاده. راجب یوسف مربی بدن دقت کردین، مرداد هم باز حالا میدونی برای سقف بودجه اینا. حالا بریم سراغ اون بدنسازی که میگن نکونام اوورده قرارداد چند برابری بسته و اینا، ببینیم قضیه اون چیه، چون اونم باز دروغ میبستن به نکونام. اساس مربی اساس بردن اونجا، نصف قرارداد پارسالشو بهش گفتن، اونم گفته خودشون هم تازه نرفتن، اجازه ندادن به مربی که 16 سال توی لالیگا کار کرده، بالاترین سطح فوتبال دنیا باز رفته اونجا کار کرده، اجازه نداده خودش بشینه تو جلسه، بعد رفته اونجا فقط یه بهش گفته که نصف مبلغ پارسال، ایشون هم برگشته گفته برو به رئیست بگو من فلان قد میخوام، به خاطر اینکه احترام بذاره. بعد رفت بهش گفتش که آقا شما باید احترام بذاری. بعدن ایشون تازه رفت وایشون نشست تو جلسه با مبلغ پارسالش هم قرارداد می‌بستش. دروغ گفتن. بعد ایشون فقط میره مصاحبه سسپارم که دیدین دیگه، که گفته که آقا 400,000 دلار، چه من اصلا همچین درخواستی نداشتم. و بیشترین ناراحتی هم که داشت میگفت تو استقلال جوری بی احترامی میکنم به خارجی‌ها که هیچ جایی سابقه نداره، خب چون قبلا هم تو ایران کار کرده. و خب میبینیم نکونام داره راست قضیه رو میگه، خیلی ناراحت. یعنی رفتار من فهم میگنم سمی خیلی حرفه‌ای تر برخورد بکنه این کارا، نمیدونم برای تخفیف گرفتنه، برای به سقف نرسیدنه، کارهای جالبی نیست واقعا. فقط ایشون میره خبر میده بیرون تو رسانه و مجازی این کارا رو میکنه. اصلا اینجوری نیست. فوتبال شما فردا که میبازه نیاز به حمایت داری، میبری هم نیاز به حمایت داری، تیمت باید کار کنه. یعنی چی؟ اصلا ایشون کجا بوده؟ کمک مربی خارجی منو این پرتغالیه که الان میگن اضافه میشه، این توی اردوی ترکیه یا آقایی به اسم پدرو که خیلی هم معروف، کارنامه خوبی هم داشته، من نگاه کردم ایشون اون دستیار است که نکونام گفته من میخوامش و فعلا نمیاد. حالا ببینی از کی خواستتشو بهش ندادن. یکی صحبت کردیم و من درخواست دادم و گفتم بیان. ببینید این بیان حرف بزنن لطفاً. بیان حرف بزنن، واقعیتو بگن. هر کدوم حرفای من دروغه بیان بگن. مربی پرتغالی من تو ترکیه توافق کردم، گفتم میخوام اینو. آقای سمیعی از اون موقع رفته بگیره. من به تاریخ 21 مهر حتی ایشون گفت نامه بده، من نامه رسمی هم دادم. کوش مربی رو نیاوردم. ویزا صادر شده؟ ویزاش هم من دارم. تمام اتفاقاتی که افتاده، نامه ها همه موجوده. اگر دروغه بیان، اصلا اگر دروغ باشه اینا تو مجازی بلدن چیکار کنن. این کارشکنی از سمت آقای سمیعی هیچ کاری رو انجام نمیده. من اون روزی که گفتم ایشون لفتش میده، لفتش هم میده. انجامم نمیده. یه چیز به شما بگم، ببینید ایشون میای بهش میگی این کار انجام بده، مثلا من بازیکنو میفرستم، بازیکنو باید بشینن هولدینگ نگاه کنه، هولدینگ تایید بده بیاد. اصلا اینجوری این هولدینگ اگر بلد بودش میرفتش این پسر خارجی که آوردن و واسه استقلال نورا بلد نیست. من اسمش هم سخته بگم. اوه ببین اینجا دیگه داره به مالک باشگاه میپره نکونام و این دیگه میگم اینجا دیگه یه جورایی خط قرمز رو رد کرده، به خاطر اینکه داره میگه اصلا هولدینگ کارشو بلد نیست. اگه بلد بود این کارو نمیکرد که مثلا یکی مثل زیلیکیچو بیاره. یعنی خب اما اول هم خیلی بحث شد دیگه، خیلی هاتون هم به من میگفتین در مورد این دوتا بوسنیایی ها بیا و افشاگری بکن قضیه چیه. خب معلوم بود چیه، مدیریت قبل از اینکه با نکونام ببنده این دوتا رو اوورده بود، سریع هم رفتن زیلیکیچ رو ثبت کردن که نتونن کنسل کنن به اسم اینکه آقا بعدا سهمیه خارجیت میسوزه و اینا، یه جوری بکننش تو پاچه نکونام. و نکونام اون موقع سکوت کرد به خاطر تعهدی که داده بود. الان دیگه میگم بس که نمیخواد دیگه بمونه، داره حرفاشو میزنه. ایشون در اختیار باشگاه هستش و مورد تایید منش. اگر من مربی استقلال بشم اصلا نمیذارم ایشون تو استقلال باشه، باید بره مربی بازیکن خارجی خوب باشه. به خاطر اینکه کیفیت فنی این بازیکن، شما ببینید بازیکن خارجی که من آوردمو نگاه کنید، بازیکن خارجی رو نگاه کنید. بله شما بازیکن داری 50,000 دلار، بازیکنم داری 10 میلیون یورو.
هر چقدر پول بدی آش میخوری، هر بازیکنی هر مربی هر کسی یه قیمتی داره، واسه اینکه به این قیمت برسه زحمت کشیده. اینجوری نیستش که بگی آقا من اینقدر میدم اینقدر نمیدم، اصلا اینجوری نیستش. تمام صحبتای من فقط برای هوادارا بوده، به خاطر اینکه اینا سکوت و مسئول استفاده کردن، شروع کردن یه جوی رو راه انداختن علیه نکونام. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه نکونام امسال هیچی نمیگه، هیچی نمیگه، ولی اصلا اینجوری نیست. خودم و استقلال رو بیشتر از همه چی دوست دارم، برام هیچی مهم نیست، هیچ کسی هم مهم نیستش، به خاطر اینکه تو فوتبال هر چیزی یه چارچوبی داره. مگه میشه من بازیکن رو اعلام کنم برن بشینن ببینن به من بگن اصلا اینا کیان که بخوام ببینم، بعد من اجازه نمیدم از چی اتفاقی بیفته؟ اگه اتفاق بیفته اونا بخوان بازیکن رو تایید کنن یا اونا بخوان منو تایید کنن، روز آخرم تو فوتبال. آقای نکونام دیروز یه صحبتی شدش که میگفتن شما بعد اینکه زیلیکیچو حالا به باشگاه اعلام کردین که من نیاز ندارم، مدیریت باشگاه یه سری امکاناتو از باشگاه قطع کرده، مثل تجهیزات پزشکی. ادامه‌شو بریم. قضا این نه، بعد از اون اتفاق نه، بعد از بازی اصلا ما دیدیم اینجا پزشکای تیم وسایل پزشکی و تغذیه و اینا اصلا خنده‌دار. این اتفاقات، این اتفاقات من یادم یه سالی پاس بازی می‌کردم فکر کنم هولوش سال 80 داشتیم برمیگشتیم، تیم نتیجه نگرفته بود، ناراحت بودند و یادم نیست دقیقه چه سالی بودش، گفتن آقا قضا بازیکن شروع کرد، گفتن آقا تموم شد اون دوران. آقا اینجا الان من یه سوال می‌کنم، تیمای دنیا رو میگیم نمیگیم تو ایران، اگه مثلا میبازن یا نتیجه نمیگیرن سریع میگن آقا اینا رو با اتوبوس ببرید پیاده بفرستیدشون برن، هواپیما نگیرید، قطارشون رو کنسل کن. اصلا اینجوری نیستش، همه کار درست انجام میدن، درست میشه، درست میشه، درست میشه، نشد میرن کنار، نفرات بعدی میان، چه مدیر باشه چه بازیکن باشه چه مربی باشه فرق نمیکنه. این بچه بازی ها دیگه معلومه دیگه، ببینید از این رفتار شما میفهمید من دارم چه اتفاقی برام میفته و با کی دارم کار میکنم. خیلی کار باشگاه زشت بوده دیگه، این چیزیه که خود بازیکنام گفتن دیگه، فقط حرف نکونام نیست بگیم الان داره نکونام این حرفو میزنه. ادامش چند روز پیش یه صحبتی هم کردی، قول قهرمانی دادید علارغم اینکه پارسال این کارو نکردید، علتش چی بود که این مسابقه رو انجام دادید و قول قهرمانی؟ به خاطر اینکه این تیم من میدونم باید واسه قهرمانی بجنگه. ببخشید من اگه قرار باشه استقلال امسال واسه قهرمانی نجنگه واسه چی اومدم اینجا؟ واسه چی دارم الان اینقدر میجنگم؟ شما ببینید من روز اول با 4 تا بازیکن تمرین کردم، جواد لالیگا، من 4 تا بازیکن براش آقا یه لحظه لطفا، من با 4 تا بازیکن تمرین کردم، میدونستم که آینده خوبی این تیم داره، اگر نمیدونستم نمیموندم که پارسال که هیچ کس فکرشو نمیکرد این تیم حتی دوم بشه، به ناحق ما دوم شدیم، جامو ازمون گرفتن. من میدونم با گل‌های آفساید آفساید پلیس میدونستم این تیم میتونه امسال قهرمان بشه، به خاطر همین موندم. ولی الان دارم میگم جو و شرایطی واسه تیم بازیکن به وجود آوردن، اصلا تیم شرایط خوبی نداره. استقلال تو این 10 روز بعد 4 تا بازی فوق العاده حساس داره، دربی پایتخت، القرافه، اسد. به نظرتون با این شرایطی که ایجاد شده الان هوادار استقلال باید چیکار کنن؟ این الان آقا این شرایطو باید بیان خودشون جواب بدن، به خاطر اینکه الان تیم اصلا بازیکنان عصبانیان از این رفتار هولدینگ و مدیریت، مخصوصا مدیریت باشگاه. مدیریت باشگاه مگه میشه پیداش نباشه؟ مدیر تیم نمیدونه کجاست، بعد هی خبر پخش کنه تو مجازی. اصلا اینجوری نیست آقا، بیا بار کارتو انجام بده. مگه فضای مجازی تو فوتبال، اصلا فضا مجازی اسمش روشه، فوتبال تو زمین باید کارتو کنی، چه میبری چه میبازی چه مساوی میکنی فرق نمیکنه. این تیم هوادار داره، داره زندگیش واسه این تیم میذاره، پول نداره بیاد استادیوم، میادش استادیوم تیمو تشویق کنه، بعد تو این شرایطو به وجود میاری. نمیایم به مردم بگی چه اتفاقی امسال افتاده. آقا بیا بگو که آقای بلانکو رو چرا سه هفته ثبت نکردی؟ من لیست دادم که نفر آخر، اونم میگم بهتون که این بازیکن خارجی رو ثبت کنید یا نه. رفتن اولین نفر اون رو ثبت کردن. اصلا بگید زیلیکیچو میگه آخرین نفری که قرار بوده اگر ثبت بشه به شرط اینکه کل تیم کامل باشه زیلیکیچ بوده، رفتن اول زیلیکیچو ثبت کردن. بگید 1000 تومان پولش بوده، بازیکن بی کیف. آقا قول بهتون میدم تو لیگ ایران نمیتونه بازی کنه. اگر من مربیم، اگر من زندگیمو تو فوتبال گذاشتم، قول میدم تو لیگ ایران تو هیچ تیمی نمیتونه بازی کنه. مگه نیومدن گفتن در مورد کوین یامگا آقا نکونام نخواستش؟ آقا من یامگا رو خیلی دوستش دارم، واقعا دوستش دارم، فوتبالیست حرفه‌ای، بهترین فوتبالیست، با شخصیت، با اخلاق، کاملا حرفه‌ای، اصلا یه جنتلمن کامل. ولی متاسفانه اون اتفاق افتاد، نمیتونست بازی کنه. وگرنه من اگر 70% میتونست بازی کنه، من
نگرش می‌داشتم، چون مردونگی نیستش این اتفاق بیفته، ولی باشگاه نمیاد ازش در موردش حرف بزنه، اصلا ازش تشکر کنه. هوادارا دوستشون به خاطر مرام و معرفتی هم شده کوین امسال تو تیم بمونه. من موافقم که اون بازیکن خارجی بره، کوین حتی بمونه تو تیم. واقعا منتظر محمد کی گفت نمیخوام، اینا هم لیستو پر کرد. اگه من نبودم که گلر خارجی هم گرفته بودن جای سید، دیگه خودتون دیدید. حالا دیگه بازیکنایی که من گرفتم الان مشخص عملکردشون هم ان شاءالله تا آخر فصل خوب باشه، ما شرمنده نشیم. من واسه گرفتن یه بازیکن خارجی 5 تا 6 تا بازیشو میبینم، کلی خلاصه بازیاشو میبینم، آخر سر تن و بدنم میلرزه که خدایا فردا بد در نیادش که هوادار ناراحت بشه، هزار تا حرف در بیادش. اینا میشینن پشت کامپیوتر بزن این چیه چیه، چند درصد هستش اینا، خیلی حرفا هست، خیلی صحبت ها هستش، از این به بعد میزنم به خاطر اینکه هوادار باید بدونه. من کسی نیستم که فیلم بازیمو بدم به کسی بخواد بشینه واسه من آنالیز کنه. من خودم همه چی رو در مورد فوتبال میدونم، عمرمو تو فوتبال گذاشتم. شما سالم ترین مربی. یه سری از بازیکناتون تهدید به فسخ قرارداد کرد و یه سری بازیکنم معرفی کرده. جواد لالیگایی، جواد لالیگایی. و تمام حرفایی که زد نکونام، میگم شما فهم میکنین که کسی که اینجوری صحبت میکنه مدیریت میتونه باش بشینه سر یه میز و دوباره توافق کنه؟ من نمیدونم، چون الان مستقیما به سمیعی گفته، مستقیما به کل هلدینگ گفته. یعنی الان به نظر میاد حالا یه سری چیزای پشت پرده هم هست، میگن یه سری آدم ها توی هلدینگ هستن که اتفاقا رابطه خوبی هم با کشور بوسنی دارن و این دوتا بوسنیایی رفتن از همونجا آوردن. بحث سر اینه که زیلیکیچ که قراردادش مثل که سال گذشته 38,000 دلار بوده برای یک سال، باهاش قرارداد 300,000 دلاری بسته شده، یا حتی 100,000 دلاری بعضیا میگن، یعنی بازم چند برابر. اون بوسنیایی دروازه‌بان هم که همینطور. یعنی اینکه هلدینگ سری اشتباه کرده در شکی نیست، و اینکه نکونام خارجیای خوبی میخره هم شکی توش نیست. از وقتی نکونام میمونه دیگه داریم اندونگو میبینیم دیگه، چه کیفیتی داره، اصلا یه چیز دیگه است برای خودش. ولی هلدینگ خب این کاره نیست، داره این کارم به اشتباه انجام میده با دخالت‌های بیجا، به جای اینکه دخالت‌های باجا بکنه دخالت‌های بیجا داره میکنه، و سرمربی رو تحت فشار گذاشته بود که مصاحبه نکنه، ولی دیگه مصاحبه کرد. خیلی هم مصاحبه طوفانی بود به نظر من، و بعد ببینیم هلدینگ چیکار میکنه. یعنی یا یه جلسه میذارن کنار هم همه میشینن و مشکل رو حل میکنن، شهریاری، سمیعی و نکونام، بعد بشینن کنار هم دیگه، یا یه همچین عکسی میاد بیرون و همه چی ختمه به خیر میشه و ادامه میدن، یا اینکه دیگه نکونامو میذارن کنار و حالا با یه مربی داخلی یا هر چیزی ادامه میدن تا بتونن بالاخره یه مربی بزرگ بیارن، که من نمیدونم چه جوری هم میخوام بیارن. اگه سقف قراردادا پره، پس چطور قراره مثلا یه مربی خارجی مثلا 1,000,000 دلاری 2,000,000 دلاری بیاد؟ من نمیدونم. اون پته فهم که آخه خیلی یه مربی دوزاری بود، خیلی غیر منطقی بود اون بیاد سرمربی استقلال بشه. بعد ببینه آینده چی میشه. تو همین امروز و فردا من فکر میکنم اتفاقات بزرگی توی استقلال بیفته. گفتم یا این اتفاق میفته یا اون اتفاق، حالا ببینیم چی میشه. روزنامه خبر ورزشی رو ادامه بدیم. کارلو آنجلوتی گفته که خودم را تا مدت طولانی در دنیای مربیگری میبینم، به مربی شدن فکر هم نمیکردم. جالبه. تهامی، کسی نمیتواند از سیم 98 بد بگوید. آقای طارمی، نسل ما یعنی علی دایی. طارمی اون روزی که ناراحت بود سر تیم ملی که خیلی باهاش حرف می‌زدن، اون یه حمله کرد به خداداد عزیزی. خداداد چون یه بار گفته بود که آقا اگر یه دست و یه پای ما رو ببندن هم ما این تیم‌ها رو می‌بریم، و طارمی هم در جوابش گفته بود شما خودتون به زور رفتین، لازم نیست اینجوری نظر بدین، شما به راحتی هم نتونستین به جام جهانی برسید. که به نظر من اینجا حق با خداداده. ببینید اون موقع سهمیه‌های ایران توی سهمیه‌های آسیا توی جام جهانی خیلی کمتر بود و رفتن سود خیلی سخت‌تر بود، الان خیلی ساده‌تر شده، و برای همین طارمی عصبانی بوده به نظر من، یه چیزی گفته. اتفاق بی سابقه در فوتبال ایران، تهران برای دربی ورزشگاه ندارد. باریکلا. از این خبرهای خوب قراره هی بیشتر بشنویم. والیبال هشتمین تاج پادشاهی رو بر سر گذاشت جاودانه در تاریخ، که قبلا تو ویدیو قبلی در موردش کامل صحبت کردم. روزنامه بعدی که با هم صحبت میکنیم روزنامه گله، که یه سری حرفای جالب داره. مدال آوری پارالمپیکی ها ادامه دارد. الهام صالحی و برنز نیزه. ما برنز نیزه رو گرفتیم، یه طلام توی نیزه گرفتیم که با یه حرکت کودکانه دست دادیم، جلوتر بهش میرسیم. همین مردم را میگفتین آقای قلعه‌نویی حباب توهم شکست. شانس آوردیم که 8 تیم از آسیا به جام جهانی صعود میکنند. کرمانی مقدم، پرسپولیس مهاجم خارجی درجه 1 میخواهد. دشمن خونی اسکوچیچ، مرید امیرخان. آن طارمی، این طارمی، که به نظر من خیلی حرف جالبیه. و دیدیم که تیم ملی هم یه استوری مشترک همشون گذاشتن، یک ملت یک زربان،
که کنار همدیگه هستن. این امیدوارم تیم ملی خوب بازی کنه. ببین من خودم بعضی گفتن تو داری از قلعه‌نویی انتقاد میکنی و اینا. ببینین به نظر من ویدیو رو وقتی من براتون میذارم 20 دقیقه است 30 دقیقه است 40 دقیقه است هر مقداری که تایم ویدیو هست، کل ویدیو رو باید دقیق گوش بدین تا کامل متوجه بشین منظور اون گوینده چیه. من الان میخوام توضیح بدم توی چند خط اینه. ببینین امیر قلعه‌نویی و تیمش تیمیه که رو زمین خوب کار میکنه. مدل مثلا تیمایی نیست که از دو طرف سانتر بکنن بخوان گل بزنن. بازیکنان تکنیکی بسیار زیادی داره و برای همین هم باید روی چمن خیلی خوب بازی کنه. قائدی تو فولادشهر نتونست بازی کنه. قلی‌زاده نتونست، طارمی نتونست. اینا نمیتونن اون کیفیت خودشون روی اون زمین نشون بدن و بنابراین من میگم شاید رفتیم و تو امارات اماراتو بردیم. اماراتی که خودش تو قطر تونسته قطر رو ستایی کنه. و اگر میگم من میگم بهتون اگر اماراتو بردیم معلوم میشه که حرف قلعه‌نویی و طارمی و سردار و بقیه بازیکن‌ها درسته که میگن آقا چمن خوب بدین نتیجه خوبم بگیریم. ولی اگر مقابل امارات یه بازی زشت و ضعیف انجام بدیم معلوم میشه که حق با اون مردمی بوده که حیاکون رهاکون میگفتن. منتظر بشیم بازی ایران و امارات رو ببینیم نظر بدیم. من نظر خودم به نظر قلعه‌نویی نزدیک‌تره. یعنی من فکر میکنم اگر چمن خوب بود تیم ملی بهتر بازی میکرد. یعنی اینکه یه مملکتی ارزه نداره یه چمن خوب در اختیار تیم ملی کشور دیگه. ببین استقلال پرسپولیس نیست که بگین تو تهران بازی کنین، مشهد نمیشه بیاین، تبریز نمیشه بیاین. اون ورزشگاه خوشگل تبریز یادگار ما چرا اونجا بازی نکردیم؟ چرا مشهد بازی نکردیم؟ اینو قبلا تو ویدیوها گفتم و این تقصیر مدیریت فوتبال توی ایرانه. به نظر من باز نگاه کنین مدیریت اشتباه میکنه فوششو سرمربی میخوره، مدیریت استقلال اشتباه میکنه فوششو نکونام میخوره. به نظر من یه مقداری باید دیدمونو بازتر بکنیم. ادامه روزنامه گل اینجا گفته که پایینش چه کار کند که شما راضی بشوید بیچاره گندوز. مگه کسی به گندوز اعتراض کرده یا مثلا تیم ملی الجزایر بهش بازی نمیده؟ نمیدونم. شدیده ها از رقم عجیب و از رقم قرارداد عجیب و غیر منطقی برخی نیمکت نشینان آبی استقلال اینگونه سقف را سوراخ کرد. سقف که سوراخ نکرده، سقفش پر شده نمیتونه بازیکن سقف بکنه به خاطر اینکه میگن یه سری بازیکنان جانشینی هستن که گرونن. حالا دیگه خودتون میدونین کیا منظورشونه. استقلال بدون سرمربی و مدیر عامل قطعی نماینده ایران در لیگ نخبگان کلافه مقابل القرافه. به نظر من تیتر جالبیه ولی بعد ببینیم تو زمین چه اتفاقی میفته. روزنامه بعدی که با هم بررسی میکنیم روزنامه استقلال جوانه که اونجا یه تیتر زده حمله همه جانبه هواداران استقلال به صفحه گزینه بلغاری. به استقلال نیا، اینجا هیچ هواداری منتظرت نیست. یکم جلوتر بریم در موردش صحبت میکنم. با حل شدن مشکل محمدی بازگشت مهداد به آغوش استقلال. اون زمانی که مهداد اومد یه مقدار اعتراض کرد، دو روز هم تو تمرین نبود، آفساید پلیسیا رویا پردازی کردن که میتونن به کمک میلاد محمدی مهداد از استقلال بگیرن که سمیعی. این همون عکس است که جواد نکونام تو مصاحبهش صحبت میکرد میگه گفتیم نکنه فتوشاپه. مهداد محمدی و سمیعی یه جلسه با هم داشتن و قرارداد رو ثبت کردن. این قرارداد رو رفتن تو سازمان لیگ هم ثبت کردن. میگن مثل که قرارداد دو تا ماساژور حذف شده از قراردادهای استقلال تا برای مهداد محمدی جا باز بشه که بتونه ثبت بکنه و این اتفاق الان افتاده که مهداد محمدی ثبت شده هم هست و الان بازی بعدی بازم دیگه جزء محرومیتش حساب میشه و تو آسیا میتونه برامون بازی کنه. و خب دلم میسوزه برای این هواداران ساده لوح آفساید پلیس. نیا کنین توی یک کانالاشون چی زدن. حالا با درویش هم مشکل دارن ولی اینو بخونم، خیلی نکتهایی که این زده خیلی به نظر من جالبه. چیزی که درویش میخواد در راستای پروژه تضعیف پرسپولیس جذب یک بازیکن کم نام و نشان و پایان نقل و انتقالات. بدبخت عالم این درویشه که این همه رفته برای اینا بازیکن خریده، این همه تلاشش کرده که تیم خوب ببنده، مربی خوب بیاره، بازم هواداری آفساید پلیس قبولش ندارن. درسته یه مقدار آدم کلاورداری هست، آدمی هست که یه مقداری آدم رو فریب میده، به هواداری آفساید پلیس گفته ساده لوح، یعنی اصلا اونا رو آدم حساب نمیدن. یعنی واقعیتش اینه که درویش یه مدیریه مدل حکومتی که اصلا مردم رو آدم حساب نمیکنه و داره با هواداری آفساید پلیس اینجوری برخورد میکنه. یه مقداری به طرفدارا دیگه فشار اومده، زورشون هم بهش نمیرسه. این جنگم اونجا به نظر من جالبه. حالا پایینشو نگاه کنید. چیزی که هوادار میخواد مازاد شدن یک بازیکن، رفتن اورونوف به لیست زیر 25 سال. یعنی هوادار یه چیز غیر منطقی غیر قانونی میخواد که درویش بعد با لابی بتونه انجام بده. ببینین هوادارانشون هم خیلی آدمای منطقی نیستن، یه کار غیر قانونی میخواد. جذب همزمان امبای نیانگ خیلی هم بازیکن خوبیه، بیاد میترکونه. من خودم دیدم
بازیکن عالیه. مهداد محمدی که خب در قبال مهداد محمدی به همه هواداری آفساید پلیس بگم که همون انگشتی که دانیال نشون داد تقدیم کرد مهداد محمدی با افتخار بهتون، حالا میتونین ازش استفاده کنین تا اینکه ببینیم ان شاءالله سالهای آینده چه اتفاقی میفته. و سعید مهری، این که هواداری آفساید پلیس سعید مهری رو میخوان من خودم نمیدونم. سعید مهری بچه بسیار آقایی، بسیار با شخصیت، بسیار از نظر اخلاقی فوق‌العاده است، ولی از نظر فنی واقعا بازیکن قابل ذکری نیست و اینکه الان میخوان اونا بگیرنش خیلی عجیبه. چیزی که گاریدو میخواد جذب مهاجم خارجی با کیفیت، جذب یک بازیکن ایرانی. چیزی که گاریدو میخواد از همه منطقی تره، یعنی بازم همه چی رو وقتی نگاه میکنی میبینی خارجی داره حرف حساب میزنه. چیزی که بادومکی میخواد جذب مهاجم خارجی، جذب سعید مهری. بازم این تقریبا چیزی که گاریدو میخواد، البته حالا خارجی رو با کیفیتشون ننوشته. کی پیروز خواهد شد در نهایت؟ ببینیم واقعا چی میشه. به نظر من خودم جالبه، ولی اینکه اینا اینقدر دنبال مهداد بودن و نمیدونین تو این کانالای تلگرامیشون اگه میرفتین چه قوقایی بود که وای الان مهداد میاد، دو قلوها تو تیم ما، جفتشون لیدر است. اصلا اوه خیلی خیلی ذوق، یعنی میگم برام جالبم هست. ادب نمیشین واقعا. این همه تا حالا درویش زایتون کرده، یحیی عطی الله و بهترین چپ فلان و واو اومدن یه ماه داشتن چیز میگن، کم مونده بود دیگه شیرینی پخش کنن که ما یکی از بهترین دفاع چپ های دنیا رو گرفتیم، سوم بوده تو جام جهانی و اینا. بعدش درویش گفت عزم انگشت دانیال فعلا هست، حالا این چیزای دیگه رو ما نمیتونیم براتون بیاریم ولی دانیال هست. بعدش اومدن دوباره سر یه بازیکن دیگه، سر یه بازی. چند بار باید درویش زایتون کنه؟ شما ولش کنیم، بذارین تیمو ببنده تموم کنه، بعدن حالا میفهمین چی دارین دیگه. بعدم گاریدو که داره کارشو میکنه، من نمیفهم اصلا با این تیم کاملی که دارن دنبال چی هستن. یه مهاجم نوک با کیفیت میخواین، اونم خودتون گفتین علی پور برگرده، علی پور خیلی فوق العاده است، علی پور دربی گل زده، علی پور اوف برگرده چیکار میکنه. علی پور مالی نیست دیگه، خب خودتون اشتباه کردین. اگه علی پور رو نگرفته بودین الان جا باز بود که خیلی بازیکنای دیگر هم بخرین، یا میتونستین آقای پور رو بخرید، ولی این کارا رو نکردین، تاش شده این وضعیتی که اتفاق افتاده. ولی میگم من از این طرف میگم بیچاره درویش که گیره چه کسایی افتاده، بیچاره هواداره آفساید پلیس گیر درویش افتادن. اونورم جالبه، با یه باخت سنگین و وحشتناک تمام این حواشی که دور و بر استقلال هست میره اون طرف، مطمئن باشین. حالا بعد ببینیم البته این اتفاق میفته یا نه، یا گاریدو این ارزه رو داره که همچین باختی و اصلا نذاره اتفاق بیفته. ادامه روزنامه استقلال جوان رو بریم. حجت کریم اوضاع آشفته استقلال به خاطر حضور نفوذی هاست، هلدینگ خلیج فارس عمره قبولی نگرفته. اینجا گفتن بلانکو مرداد محمدی را رد کن تا زیلیکیچ بماند، نکونام به استقلال خیانت نمی کنم. یه عکس بزرگم از آقای علی عسکری گذاشته، استقلال در بحرانی ترین شرایط در آستانه آغاز لیگ نخبگان. آقای علی عسکری این وضعیت را میبینید؟ فکر نمی کنم. خیلی به مدیرا خیلی این چیزا براشون مهم نیست دیگه، مردم خیلی دست و پا بزنن و اینا تازه شاید به چششون بیاد، حالا جلوتر هم نشون میدم. برای نکونام شرایط کار کردن فراهم نیست، رضا رجبی قبل از نکونام سمیعی باید میرفت. مشکلی که مرد پرتغالی برای بازگشت به استقلال داره، ساپینتو در ایران 4 ماه محروم است. فرضیه که هنوز رد و تکذیب نشده، با جانشین نکونام 2 ماه پیش توافق شده که این پتفر میان، فکر کنم درست نباشه. در حمایت از سرمربی که احتمالاً به پایان خط رسید، تجمع هواداران نکونام مقابل باشگاه استقلال. مگر میشود با یک باخت آن هم در هفته سوم مربی عوض کرد؟ دین محمدی، این تصمیم طبیعی نیست و احتمالاً دلایل غیر فنی دارد، که میگم باز سر همون تعهده و اینو نگو اینو بگو ایناست و احتمالاً دین محمدی اینا به این نتیجه رسیدن که سر نکونام هجونی دارن میبرن با این حرفایی که دارن میزنن و اومدن ازش حمایت میکنن. ببینید یه سری از پیشکسوت‌ها اومدن در مورد شرط فعلی استقلال صحبت کردن، من یه جمله از هر کدومشون رو جدا کردم بهتون میگم. بهداشت فریدبا گفته وقت خوبی برای تغییر نیست. محمد نوری گفته باید به نکونام فرصت داد. مهدی فرونی‌زاده گفته 100% مخالفم با تغییر نکونام. محسن فروزان گفته درست نیست او را برکنار کنن. امین منوچهری گفته بهتر است از نکونام حمایت شود. آرش برهانی گفته نکونام باید حتما بماند. علی موسوی گفته چرا نکونام باید برکنار شود. سعید لطفی گفته موافق برکناری او نیستم. محسن بیتینیا گفته برکنارانی نکونام درست نیست. حسن اشجاری گفته جدایی نکونام اشتباه است. هادی طباطبایی هم گفته برکناری نکونام فنی نیست، شبیه حرفی که سیروس دین محمدی زده. و همه میبینین که میبینن اصلا قضیه چیز منطقی نیست. الان هم که نکونام شفاف سازی کرد
دیگه کنار گذاشتنش خیلی خیلی غیر منطقیه. مطالبه استقلالی ها که ترند شد اخراج شهریاری از هیئت مدیره. این قضیه چیه؟ این پست هلدینگ آخرین پست هلدینگ خلیج فارسه که اگر نگاه کنید 101 کا کامنت داره. من میگم مثل که بیشترم شده، حالا الان میتونید خودتون چک کنید ببینید چند تا کامنت داره و اکثر کامنت ها چیه؟ اکثر کامنت ها اینه: اخراج شهریاری، هشتگ اخراج شهریاری. بسیار بسیار تعداد این کامنت ها زیاده. خودتون میتونید بریم ببینید که تو اون پست اینستاگرامی که گذاشتن این بیش از 100 هزار تا برای چیه. یعنی از اون اخراجی که در مورد نکونام صحبت میکردن خیلی خیلی بیشتره، به خاطر اینکه مردم میفهمن فوتبال چیه، میفهمن مدیر نالایق چیه و مدیر نالایق مردم کمتر فرصت میدن تا یه سرمربی. سرمربی به خاطر سابقه بازی که داره، به خاطر نتایجی که گرفته، باز تا یه حالتایی میتونه بمونه، ولی دیگه برای یه مدیر نالایق هیچ کسی صبر نمیکنه. باید ببینیم هلدینگ جلسه میذاره، شهریاری رو برکنار میکنه، سمیعی رو برکنار میکنه، نکونام قرار میشه برکنار بشه یا نه همه کنار هم میشینن و صلح میکنن. بعد ببینیم چه اتفاقی میفته، چون نکونام گفته 4 تا بازی به من مهلت بدین و دیدینم تو مصاحبهش هم گفت من مطمئنم این تیم نتیجه میگیره. میگم من جای هلدینگ بودم 4 تا بازی رو حداقل اقل به نکونام فرصت میدادم و اگر دربی رو میبرد و تو آسیام نتیجه گرفته بود اصلا حرف جابجایی نمیزدم. حالا بعد ببینیم چه اتفاقی میفته. توی صحبتای نکونام دیدین که آتیلا هم بود و آتیلا یه سری چیزا براش روشن شد و شروع کرد دیشب استوری زدن. نگاه کنین چی زده: از فابیو کاپلو، لویجی دی بیاجو، جیووانی دی بیاسی داریم میرسیم به پتف، که خب خیلی جالبه دیگه. یعنی اون سیری که داریم میایم پایین رو داره قشنگ نشون میده که معلوم میشه دلالیه. حالا ادامهش: در هیچ جای دنیا با سه تا بازی مربی عوض نمیکنن، داخل پرانتز فقط ناصر حجازی بود که از هفته دوم اولتیماتوم بهش میدادن. دقیقاً درست میگه. امیدوارم کادر فعلی بمونن و به موفقیت برسن. اگرم تغییر قرار انجام بشه اینجا استقلاله. مربی کارنامه‌دار خارجی میخواد. هوادار مربی بنجل نمیخواد. صد با حرف آتیلا موافقم. ببینید من با تو باز هی بهم میگن تو نظر در مورد فرهاد چیه، نظر در مورد این چیه. ببینین سرمربی استقلال یا باید جواد، نظر من، نظر هوادارا میتونه فرق بکنه، یا باید جواد نکونام باشه یا یه سرمربی بسیار بزرگ از اسراماچونی به بالا. یعنی من حتی موافق یه آدمی مثل ساپینتو هم اونقدر نیستم. من توقعم از سرمربی خارجی خیلی بالاتر از این حرف هست. یعنی هر کسی و هر ببخشید چی بگیم، هر کی از مادرش قهر کرده رفته یه جای سرمربی شده توی یه لیگی که همیشه یه تیمی قهرمان میشده اون تیمو قهرمان کرده، که آدم اون رو که نمیاره سرمربی استقلال بکنه. آدمی که تیم لختش کردن جلوی دوربین که نمیاد سرمربی استقلال بشه. یکم احترام قائل باشن برای استقلال. این لباس ارزش داره، این لباس قدمت داره، قدیمی ترین تیم فوتبال ایرانه. یکم باید شأن و شخصیت و شعور داشته باشن کسایی که میان در مورد این چیزا صحبت میکنن. اگرم خیلی اصرار دارن بگن چرا با فرهاد مجیدی موافق نیستی، من احساس میکنم یه سری ها یادشون میره چه اتفاقی افتاده. الان یه سری ها میگن که آقا فرهاد مجیدی از نکونام بهتره چون قشنگتر بازی میکنه. فرهاد قشنگتر بازی میکرد واقعا؟ یعنی اون سالی که قهرمان شدیم و 2 سال ازش گذشته یادتون رفته؟ ما گل نمیخوردیم که قهرمان شدیم، مگر نه تیم فراد از تیم نکونام هم کمتر موقعیت ایجاد میکرد هم کمتر گل میزد. چیزی که دستش بوده رو کاری نداره. الان میتونی بگی نکونام دستش پرتره باید بهتر بازی کنه، فرهاد هم اگر دستش پر بود بهتره. فرهاد دستش تو اتحادی کلبا پر نبوده، اونجا هم دستش خالی بوده. فرهاد هم همچین مربی هجومی نیست که بگین فرهاد بیاد استقلال یه فوتبال خوشگل رو به جلو بازی میکنه مثل چیزی که زمان اسراماچونی یا زمان ساپینتو بازی میکرد. اصلا اینطور نیست. کدوم مربی اصلا به من یه مربی ایرانی به غیر از سعید دقیقی نشون بدین که تیمش رو به جلو حمله ای بازی کنه؟ نداریم تو ایران. سعید دقیقی هم نکنه میخوان یکی به سعید دقیقی بیاد رو نیمکت استقلال بشینه. یعنی دیگه اینقدر کوچیک شدیم بابا؟ بزنید سعید دقیقی با یه تیم یه جام بیاره. آقا حداقل نکونا وقتی سرمربی استقلال شده جام حذفی رو برده، از خود استقلال سوپر جامو برده، از پرسپولیس. یعنی اومده هم استقلال هم پرسپولیس رو زده. این آدم اومده سرمربی استقلال، اونم وقتی با تیم مثل فولاد بوده، تا تیم هشتای چمپیونز لیگ هم تونسته با همون فولاد بره. این آدم رو ما آوردیم سرمربی کردیم، الان داریم اینقدر بهش غور میزنیم. اون وقت نکونام رو ورداریم فرهاد بیاد، نکونام رو ورداریم سعید دقیقی بیاد. مردم واقعا نمیفهم در مورد مربی ایرانی یکم فکر کنید. مربیای ایرانی همینی هم که میبینید. مربی ایرانی خیلی خوبش که در حد تیم ملی باشه میشه امیر قلعه‌نویی. راضی هستین از بازی تیمای؟ راضی هستین که خوبه دیگه.
من موافق مربی ایرانی تحت هیچ شرایطی نیستم. نکونام از همهشون بهتره. تو مارکت ایرانی و اصلا من میگم که ایرانیایی که زنده هستن کلا هر جای دنیا ایران، به غیر از اونایی که دیگه تو خارج بهشون تیم دادن، اونا رو من میذارم کنار، در مورد الکس توری اینا صحبت نمیکنم، ولی ایرانیایی که تو فوتبال ایران هستن قطعا بهترینشون جواد نکونامه و بیشتر از همه به درد استقلال میخوره، چون واقعا استقلالیه. اصلا در مورد بقیه صحبت نباید بشه به نظر من که مردم این چیزا رو میگن. من نمیدونم، میگم یه مقدار احساس میکنم حافظه عمومی ضعیفه، مردم یادشون میره. یه چیزی مثل یه رسانه‌ای مثل ما، یه کسی که میتونه بیاد برنامه سازی بکنه باید بیاد حرف بزنه، یادآوری کنه تا مردم یادشون بیاد. استقلال با هیچ مربی ایرانی هیچ وقت قشنگ بازی نکرده که شما الان انتظار داریم بیاد قشنگ بازی کنه. آره یه زمانی امیر قلعه‌نویی استقلالش فوق‌العاده خوشگل بازی می‌کرد، توی یه فصل 70 تا گل هم زد، درسته. امیر قلعه‌نویی میتونه این کارو بکنه، من موافقم امیر خان توانایی این بازی رو داره، ولی باید اختیارشو بهش بدی، ولی باید توانیشو، بعدم یه جور خاصی با بازیکن ایرانی کار میکنه، اونا رو بازیکن خارجی جواب نمیده، یعنی امیر قلعه‌نویی هم دورش گذشته و الان دوره جواد نکونام بعدش فرصت داد. اگر قراره باز نگین همه تو چرا انقدر از نکونام حمایت میکنی، اگر مربی قراره ایرانی باشه فقط جواد نکونام، اگر قرار خارجی باشه فقط مربی خیلی بزرگ خارجی، بزرگتر از اسراماچونی. همچین مربی هم زیر 2-3 میلیون دلار نیست، یعنی استقلال امکان نداره سقفو بتونه رعایت کنه و همچین چیزی بگیره. اگر سقفو برداشتن بریم بگیریم، ولی اگر بر نداشتن با همین نکونام ادامه بدیم. من اصلا موافق جابجایی نکونام واقعا نیستم، فنی هم دارم صحبت میکنم. اگر حرفم غلطه بگین کی میتونه بهتر بازی کنه، ما بریم اونو بیاریم، بریم دقیقه کم تجربه رو بیاریم. آخه واقعا به نظر من زشته. روزنامه بعدی که با هم بررسی میکنیم روزنامه فرهیختگانه که چپ بالا، سازمان لیگ آب پاکی را روی دست سرخپوشان ریخت. اورونوف در لیست بزرگسالان، پرونده مهری هنوز باز است. پس تکلیف معلوم شد که اورونوف رو نمیدن دیگه، هر چقدر تقلب کردن، رفتن مدرک تقلبی برای اون نویل یابویی ساختن، جواب نداد. تونل وحشت یک ماهه استقلال، همچین تونل وحشت نیست. من اونقدر نمیگم همه بازی ها سخت، نه، استقلال میتونه ازش خوب بیاد بالا. ساپینتو خیلی زود از گزینه‌های استقلال خارج شد. پاسخ استعلام سرمربی جنجالی منفی شد. دو تا بحث داریم. یکی اینه که ساپینتو خارج شده. این سرمربی جنجالی منظورش میتونه اسراماچونی باشه. ببینین، خیلی‌ها میگن چرا اسراماچونی رو استقلال نمیره دنبالش. علتش اینه. شما اینو ببینین. این یه استوریه که اسراماچونی گذاشته قبل از اینکه، یعنی در حین مسابقات جام جهانی فوتبال همین قبلی که گذشته، خیلی از برنامه‌های تلویزیونی از اسراماچونی درخواست میکنن که بیاد و کارشناس بشه. جواب اسراماچونی ببینین چیه. طرفداران عزیز استقلال و مردم عزیز ایران، در هفته‌های گذشته از چندین برنامه ورزشی تلویزیون ایران تماس‌هایی با من گرفته شد تا مهمان برنامه‌شون برای جام جهانی باشم. خب من اتفاقات ایران در دو ماه گذشته رو دنبال کردم و مردم شجاع ایران رو که در طلب حقوق اولیه خودشون هستن رو دیدم و بنابر آنچه دستگیرم شد، تلویزیون ملی ایران یعنی صدا و سیما نه تنها صدای مردم رو پخش نمی‌کنه، بلکه در حال سرکوب این صدا هاست. به دلیل همچین عملکرد غلطی که مانع از شنیده شدن صدای مردم میشه، من تمامی پیشنهادها از پلتفرم‌هایی که پشتیبان مردم نیستن رو رد کردم. برنامه فردوسی پور هم میاد جزء همین پلتفرمایی که پشت مردم نیستن از نظر اسراماچونی. اعتقاد دارم الان زمان مناسب جهت صحبت در مورد فوتبال برای ایرانیان در این شرایط نیست و موضوعات خیلی مهمتری برای بحث است که تاثیر مستقیم در کیفیت زندگی مردم و خوشحالی آنها دارد. درگیری‌های سر حجاب و قضیه خانم مهسا امینی دیگه. از این رو من اعتقاد دارم حضور من در چنین برنامه‌های بی‌احترامی به مردم خوشقلب ایران است که خیلی به من و خانوادم لطف داشتن در زمان حضورمون در ایران و به ما عشق دادن. چه جوری استقلال میتونه بره همچین مربی رو بیاره؟ الان این حرفو زده، میپذیرن؟ نه. بهش مجوز میدن؟ نه. اصلا بیاد ایران میتونه به صورت نرمال زندگیشو بکنه؟ بعضی از آدما میذارن این آدم راحت زندگی کنه؟ نه. پس اسراماچونی هم نمیتونه بیاد. مربی بزرگ خارجی هم اگر بخواد بیاد با این وضعیت وقتی میدونه نمیاد. مربیایی که یه کلاسی دارن، یه خانواده دارن، درست حسابین، تو این شرایط وارد ایران نمیشن. اینو باید بپذیریم. میگم مردم یه سری چیزا رو قبول ندارن. منم دوست، اصلا ببین اگه به من باشه، به شخص رضا باشه، من دوست دارم ژوزه مورینیو سرمربی استقلال باشه. خیلی همین قضیه رو دوست دارم. ولی نمیشه. چون مورینیو نمیاد تو کشوری مثل ایران. بیاد مورینیو رو همچین چمنایی بازی کنه؟ یه بازی وی آر داشته باشه، یه بازی وی آر. خودتون خندتون نمیگیره وقتی اینجوری فکر میکنین که استقلال میتونه مربی؟ من واقعا نمیدونم. یعنی واقعا اگر کسی فکر میکنه که همچیزای شدنیه،
به نظر من جالبه دیگه، میتونه فکر کنه دیگه، آرزو کردن بعد میگن آرزو بر جوانان عیب نیست. احساس میکنم خیلی از ایرانی ها دوچار همین مشکل شدن، دوست دارن رویا پردازی کنن تو چیزی که واقعیت نداره. اقدامات 4 ماه اخیر این مدیران میتوانند اصل خصوصی در فوتبال ایران را زیر سوال ببرد. در هلدینگ چه خبر است؟ خبری نیست، سلامتی، همه دارن به بی‌مسئولیتیشون ادامه میدن. روزنامه بعدی که با هم صحبت میکنیم روزنامه شوته، آغاز نصب صندلی ورزشگاه آزادی، ببینیم کی تموم میشه. سمیه انگار از من طلبکار است، نکنم هر مربی که دوست دارید بیاورید اما تلفنی خسته نباشید بعد بگویید. پایین زده اخراج جواد قطعی شد. ساپینتو در آستانه بازگشت به استقلال که بعید میدونم، ساپینتو 4 ماه محرومه، بره بالا صحبت کنه، نه به درد نمیخوره. شرمنده ام که طلا نگرفتم. هاجر سفرزاده 3 تا از میخای کفشم جدا شد. دمتون گرم، یعنی واقعا برای دونده ای که داره برای پارالمپیک میجنگه که برامون طلا بگیره، یک کفش نمیتونه فدراسیون براش بخره. عالیه، یعنی مدیریت ورزش در حد لالیگا. اعتراض اول ایران رد شد. ناداوری مهرز در حق صادق بیت سیا قهرمان پارالمپیک. حذف طلای ایران برای پرچم اعضای سید الشهدا. ببینید باز میشه زدن خودشون به صحرای کربلا و ننه من غریبم بازی گذاشتن. آقا قانون داره، شما وقتی قانون رو رعایت نکنی ازت مدالتو میگیرن. این آقا آقای بیت سیا با این رکورد دیدنی میاد رکورد المپیک و جهان و همه چی رو میشکنه تو پرتاب نیزه، اما مدال ازش میگیرن. به دروغ تو رسانه ها میگن که به خاطر اینه که پرچمو درآورده. نخه، ایشون دوتا اشتباه کرده. ببینین بیسایا در جریان مسابقه دو کارت زرد گرفته که منجر به دیسکوالیفای شدن او شده. کارت زرد اول به دلیل خوشحالی غیر ورزشی و نشون دادن علامت سر بریدن، که وقتی هم که این کارو کرد و خوشحالی کرد مربیشو نشون دادن داشت میزد تو سر خودش، آقا این بچه چرا اینقدر جوگیر شده داره این حرکاتو میکنه. پرتاب نیزه کردی سر بریدن نشون میدی، یعنی واقعا عقل این بچه کجاست؟ قهرمان ملی ها، ولی من نمیدونم این بچه سنش نمیرسه، جوگیر شده، خودشو گم کرده، من نمیدونم واقعا، یعنی بی فکری کرده کاملا. حالا من میگم خیلی نظرم در مورد این آدم منفیه. کارت زرد دوم به دلیل خوشحالی با پرچم غیر رسمی. ببینید قانون این است که با پرچم کشور خودت بعد دور بزنی. پس میگن آقا پرچم همجنسگرا رو این همه نشون دادن، آقا تو رژه نشون دادن، یارو قهرمان شده پرچم ال جی بی تی در آورده اونو به مردم نشون داده، عقلتون کجا؟ من نمیدونم مردم چرا هیچ چیزی نمیخوان قبول کنن. من رفتم کانال تلگرامی که این خبر رو داده بودن سعی کردم به چند نفر توضیح بدم آقا این قانون مال المپیکه، وقتی اینجوریه بعد به قانون اهمیت بدی و اینا. طرف اومده چرت و پرت، مزخرف، فحاشی، عصبیان مردم. من نمیدونم مردم چرا انقدر عصبیان تو ایران، یعنی اصلا نمیتونن منطقی رو این قضیه فکر بکنن. آقا طرف دو تا اشتباه، که اشتباه اولش مربیش رنگش پریده بود وقتی این کارو کرد. بابا یعنی چی معلومه؟ من این نمیفهمه، یعنی این بهش کارت میدن بعد مدالشو ازش میگیرم، بعدم الان بزنه صحرای کربلا و گریه و آره مدالمو ازم گرفتن و حقمو خوردن و این آدم اتفاقا حق یه آدم دیگر رو خورده. اگر تو این رشته و تو این حالا مسابقه، این کلاسی که بازی میکرده، یه ایرانی دیگه به خاطر این آدم نتونسته تو مسابقات بره، یعنی ما یه مدال از کشورمون کم شده به خاطر اشتباه این آقا. طلا گرفته که گرفته، اولا که دیگه نگرفته با اشتباهی کرده، ولی اگر یه آدم دیگه میرفت آقا طلا اصلا نمیگرفت، برنز میگرفت، ولی عقلش میرسید این خوشحالیه عجیب و غریب و نکنه حداقل مدال برامون بمونه. من که میدونم برگرده بهش جایزه طلا رو میدن، ولی فنی کار میگم اصلا وقتی کشور مسائلش فنی بررسی نشه، یه سری مدیر نالایق بالا باشن، از این اتفاقا همیشه میفته، یعنی منتظر همین جوری از این اتفاقا تو ورزشمون میفته. یه پایین‌تر، کمیته انضباطی باید به شدت با خاطیان ورزشگاه فولادچهر برخورد کنه. مصطفی تعیین سقف قرارداد حرفه‌ای نیست. اینو همه میگن ولی فدراسیون نمیفهمه. با بلیط‌های 10000 تومانی استادیوم‌ها اقتصاد فوتبال نمیچرخد. 10000 تومان نیست، 150 200000 تومانی، همچین ارزون هم نیست برای مردمی که میرن. به بهانه 82 سالگی داریوش خان گفتگوی اختصاصی شد با اولین بازیکنی که از تاج به پرسپولیس رفت، که خب خدای مصطفی را من خیلی قبول دارم. ای کاش من سر قضیه درویش و سمیع و اینا داشتم به این نچین رسیدم. ای کاش اگر من خودم اینجوری دارم فهم میکنم، اگر مدیر عامل پرسپولیس، بهشون میگم پرسپولیس، محمد دادکان باشه تیم بسیار قابل احترامی میشه، ولی وقتی یه آدم لومپنی مثل درویش باشه همون آفساید پلیس بی شخصیتی میشن که از نظر من ارزشی نداره قهرمانیشون. از این ورم استقلال اگر قراره به جایی برسه، به ساحل آرامش به قولی برسیم، مدیر عامل اون باید یکی مثل سعید آذری باشه. من نمیفهمم چرا سعید آذری پشت لیست مونده و نمیتونه
مدیر عامل استقلال بشه و ما باید ادامه بدیم. حالا این نکته چند تا نکته حاشیه‌ای هم داریم. توی جشنی که پرسپولیسیا گرفتن برای سالگرد، میگن روز پرسپولیس، روزیه که میگن 6 تا مزدل میگن دیگه، یه سری حالا چیز درست کردن و اینا بماند، من خیلی در مورد اون حرف نمیزنم. یه صحنه ای داریم با هم ببینیم. بغل و روبوسی و اینای علی پروین اصلا اشکال نداره. بعد من دیدم تو روزنامه ها زدن چی، آغوش پدرانه. آقا چطور مال علی پروین میشه آغوش پدرانه، برای سید حسین نمیشه آغوش برادرانه؟ من نمیفهم چرا اینقدر بین دوتا چیز فرق میذاری. میدونی تشت رسوایی اینجوری میفته دیگه، چون دروغ میگین دروغ میگین دروغ میرسون. وقتی من میگم اکثر رسانه ها طرفدار آفساید پلیسن، درسته، دقیقا همینه. الان همه هم باید بپردازن همون قدری که به سید حسین حمله شد، ده برابر اونو باید به علی. آقای علی پروین برگشته تو برنامه میگه که میگه خواننده محبوبت که میگه هایده. آقا من ببین، من با این اعتقادات اصلا مشکلی ندارم، خودم هم به هیچ، من این بغل کردن به نظر من هیچ ایرادی نداره، همونجوری که مال سید حسین نداشت. اینکه یکی هم هایده رو دوست داشته باشه بازم به نظر من ایراد نداره، خود منم خیلی از صداش خوشم میاد. ولی اگر قرار جرم باشه برای همه جرمه، اگر جرم نیست برای همه جرم نیست. نمیشه که برای سید حسین محرومش کنیم، علی پروین اصلا هیچی به اصلا کسی نپرده پدر، تازه یه تقدیرم کردن، آغوش پدرانه ولم نمیکرد دست نایدگیانی رو، ماشاءالله. یعنی بغلو کرد، روبوسی رو رفت بازوارم گرفته، ول نمیکنه. برام جالبه دیگه. بعد حالا سید حسینی که اونجوری میاد میگیره، اون میشه مشکل ساز. رنگی نگاه میکنی و این رنگی نگاه کردن درست نیست. یه استوری گذاشته عباس گدا، خیلی خداست، خیلی خدا. این عباس گداه اصلا اووردمش تو برنامه ها، هر بار برنامهش بذاریم یکم بخندیم. استوری با نمک گذاشت یا پست با نمک گذاشت برام بفرستین ببینیم یکم بهش بخندیم. نگاه کنین چی میگه. منظور از ستاره روی جام در لوگوی همان قهرمانی در آسیاست، اما طراحیش گویا نیست و خیلی از هواداران هنوز هم نمیدانن علت اصلی، علت این طراحی چیست. آیا موافقید که به نحوی این ستاره در لوگو گنجانده شود؟ نگاه کنین این لوگوی پرسپولیس رو نگاه کنین، یه ستاره که اون بالا زدن که میگن برای 10 تا قهرمانیه که تو لیگ داشتیم. بعد میگه نگاه کنین رو این جامعه یه چیزی هست داره میدرخشه، اون ستاره‌ای که ما به خاطر آسیا گرفتیم، ولی به قولی رومون نشده دو تا ستاره بذاریم که ادای استقلال رو در بیاریم، دو تا ستاره تو لوگومون باشه، ما اینجوری گذاشتیم. حالا به نظرتون بیاریمش تو لوگو؟ خیلی بانمک. یعنی واقعا این دو تا ستاره ما استقلالیا اصلا داره تا کجاهای این آفساید پلیسیا رو میسوزونه، ول نمیکنن بنده خدا. خیلی خندم میگیره، یعنی خیلی حسرت بزرگیه. من فکر نمیکنم واقعا اینقدر براشون سخت باشه، ولی واقعا سخته. من دیدم تو همه به 90% ویدیوهای من وقتی کامنت ها رو نگاه میکنین، یه کم عقل ساده لوحی میاد میگه آره شما قهرمان امجدیه. بی سوادم هست دیگه، من ویدیوشو ساختم که استقلال، حتی قهرمانی دوم استقلال اومدم کامل ویدیوشو ساختم استقلال چند تا بازی کرده چه جوری بوده، ولی زورش میاد میدونی، یعنی میگه تو ستاره ما نداری، اون هرس میخوره. خیلی بانمکه. بعد دیگه من خدا رو میگم خدا زده دیگه، ما نزنش. اما یه چون میدونی که من همه کامنت های شما رو میخونم، چه اون ساده لوهای آفساید پلیسی رو، چه هوادارهای فهیم استقلال که کامنت میذارن، چه هواداران بسیار فهیم و با شعور پرسپولیس که تحلیل میکنن، حرفای دقیق میزنن، خیلی اوقات هم به من انتقاد میکنن که من انتقاداتشون هم گوش میدم. اگر ویدیو رو دنبال کنن که میدونم خیلی هاشون میکنن، دیدن که من خیلی چیزها رو تغییر دادم. یکی از دوستان یه کامنتی گذاشته به نظر من خیلی دقیقه، آقای مهرداد قربانی. دقت کنیم ببینید دقیقا چی میگه. این آقای قربانی یه کامنت فوق‌العاده گذاشته. ببینیم تو کامنت چی گفتن. آیا عوض کردن کادر فنی در این زمان به نفع تیم است؟ خیر. آیا نکونام توانایی قهرمان کردن تاج رو داره؟ خیر. آیا سال قبل نکونام خوب کار کرد؟ خیر. آیا سال قبل سرمربی دیگری میتوانست از نکونام بهتر نتیجه بگیرد؟ خیر. این همون سرگیجه و کلاف سردرگمیه که ما استقلالی ها توش گیر کردیم. به نظر من هیچ کس نمیتونه به عنوان یه ایرانی از نکونام برای ما استقلالی ها بهتر باشه. از طرفی هم مربی خارجی نمیتونیم بیاریم که بتونه ما رو قطعا قهرمان بکنه. پس وضعیت همینجوری میمونه و خیلی ها میگن که الان دیگه آخر کار جواد نکونام و این عکس رو ساختن و میگن که با 33 بازی 20 برد 11 مساوی و فقط 2 شکست
و گرفتن 71 امتیاز میانگین امتیاز بسیار بالای 2.15 جواد نکونام به آخر کارش با استقرار رسیده که باید ببینیم خروجی جدول خروجی جلسه امروز چی میشه. من خودم اصلا موافق جابجا کردن نکونام نیستم. من میگم اگر میرین مورینیو رو میارین بیارین، یعنی میگم اگر یه مربی خیلی سطح بالا میارین بیارین، ولی اگر قراره یه مربی معمولی و درجه دوی اروپایی و چه میدونم مال بالکان و برزیلی و فلان از این چیزا اگه میخوایم بیارین، استقلال جای امتحان کردن بقیه مربی‌ها نیست که بزرگ بشن قیمتشون چند برابر بشه بعد مثل برانکو بکننشون تو پاچه بقیه تیم‌ها بعدن بفهمن چه آشغالیه هی از این ور اون ور بندازنش بیرون. دقیقاً اتفاقی که برای برانکو افتاده اینه، یه مربی معمولی درجه دو خارجی بوده اومده توی پرسپولیس، تونسته با یه سری شرایط خاص تیمو قهرمان بکنه، قیمت پیدا کنه، رفته الاهلی اخراج شده، رفته عمان اخراج شده، رفته چین هفتایی شده بازم اخراج میشه، چون مربی سطح پایینه، مربی درجه دو، مربی درجه یک نیست برانکو ایوانکوویچ، و بقیه مربی خارجی هم که وارد ایران میشن تقریبا همینن. حالا امیدوارم که یا مربی خیلی سطح بالا بیاد یا با جواد نکونام ادامه بدید.